مسعود شافعیه، مسعود خیلی حالا میشه حالا رو مراسمات داره خیلی بزرگه حالا، ولی معماری خیلی غنی اسلامی داره. میگن که از مسجد ایاصوفیه هم قشنگ‌تر بود. منم اینو خونده بودم تو گوگل. آره یه طوره گنبدای اون بالاش هم شبیه همونه. خیلی ممنون. مرسی از شما. عید شما مبارک. مرسی. گوشت مار، مارهای سمی، یک وجب از سرش، یک وجب از دومش قطع میکنی، پوستش رو میکنی؟ خدا توپولا سیه، یعنی فقط ایرانی اصیل صحبت میکنه با کرماشایی هم هست و خیلی آدم خیلی مرد، حالا تو اینستاگرام جایده میتونی سرشش کنی، میر جلال الدین کزازی. خوبی دارم جا؟ قربانه خوبی دارم جا؟ خوبی دارم جا؟ خوبی خودت معلومه، خودت میخوری خودت قضاوت کنی، نمیتونم بگم خودت. نه دوستمون گفت اینجا بهترین قدیمی ترین و بهترین سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و خوشحال باشید. من اومدم با یکی دیگه از ویدیوهای کرمانشاه و توی این ویدیو میریم به مسجد شافعی، بعد از اون سری میزنیم به کوچه های قدیمی اینجا تا میرسیم به بازار مسگرها و در آخر هم میریم به دلنشین ترین رستورانی که تا الان رفتم. این شهر واسه من پر از قشنگی و پر از خاطره های خوب بود به خاطر مردم خوبش و شهر خیلی قشنگی که داشتن. ازتون میخوام ویدیو رو تا انتها ببینید و شما هم لذت ببرید. خیلی ممنونم که اینجایید و مثل همیشه با لایک و سابسکرایبتون ازم حمایت میکنید. خیلی غنی اسلامی داره که میگن حتی بعضی جاها هست، بعضی روایت ها سالا درست یاد بلد چمنی میگن، میگن که از مسجد ایاصوفیه هم قشنگ‌تر بوده. منم اینو خونده بودم تو گوگل. آره یه طوره گنبدای اون بالاش هم شبیه همونه، داخلش خیلی قشنگ. خیلی ممنون. خوش آمدید. مرسی از شما. عید شما مبارک. مرسی. وای من میخوام قش کنم. مسجد شافعی مسجد اهل سنت کرمانشاهه و یکی از جاهای دیدنی اینجاست که در راسته تاریک بازار قرار داره و یکی از شاهکارهای معماری و مذهبی ایرانه. این مسجد بزرگ توسط مردم اهل سنت کرمانشاه در سال 1324 ساخته شده و 1060 متر زیربنا داره و معماری اسلامی فوق‌العاده‌ای داره که دارید می‌بینید و به سبک مساجد امپراتوری عثمانی ترکیه ساخته شده.
آره شور برونزی چند میلیاردی مساجد اهل تسلیم حالا همین مسجد جامعه شافعی که اینجا آمدین مثل مال شیعیان نیست که سه بار اذان میگن یه صبح یه ظهر پنج بار اذان میگن و پنج بار هم نماز میخوانن ببین یک بعد صبح دارن یک بعد ظهر دارن یک بعد عصر دارن یک بعد مغرب دارن یک بعد هم عشاء دارن اهل تسلیم اینجوری نماز میخوانن بحثش هم همین بوده پنج بار من چون خانمان نزدیک اینجاست خب میشم صده اصانش پنج بعد از آن پخش بکنم چه دیده اصلا کم کم کتایی هم نمی کنم برای ما فقط سه باره برای اینو پنج بار رو دقیق میخونم بیشترش هم با کمک خیری به مردم اهل تسلیم خودشان اینجا ساخته شده سفید هست توضیح میدم زنهای اهل تسلیم کردستانی از یک سنی به بعد روسری سفید میپوشن خب مثلا 50 سال 45 سال 50 سال اینم یه آداب و رسومیه که من دقیق میدم ولی بین خودشونه یعنی مثلا من زن پاکیزه ایم و هیچ خیانتی نکردم فقط سفید آره حتی بعضی هاشون خیلی معتقدن کاملا لباس سفید هم میدونم حتی بیرفت آمده بیرون لباس سفید هم من مامان بزرگ خودم حالا تو روستایی که بودیم همینطوری یه سفید مربعی داشتن رو... رسم ایرانی بوده ایران. آره یه رسم ایرانی بوده در آره که مثلا نشان میده با وجدان خودشان ایفاده میکرد اونجو آموزش میدیدن خدا توپولا خوشمزه؟ بله من دارم بیستم خب نگه منم چون گفتم توپولا یک ایرونی گوشت داره و یه آب گوشت خیلی خوشمزه چهار نفر سنفره این را میده فقط احمد ما باید دوستشم بایشون فقط یعنی داداشم منم از این که میگید گوشت اینو فلانو با دوستاش مثلا میرفتم بیرون و میامم گفت گوشت مار خوردیم یاره ما گوشت خرم خوردم بعد مثلا مامانم گفت گوشت مار مگه مثلا حروم نیست مگه فلان نیست میگفت نه نیست توضیح بدم برات آره گوشت مار مارهای سمی یک وجب از سرش یک وجب از دومش قطع میکنی پوستش رو میکنی مار خور میشه بخوری مکروه هم است آره دقیقا همین رو گفتن مکروه یک وجب از دوم قطع میکنی و پوستش رو میکنی و حتما باید بجوشانیش وقتی بخوری مار مشکل نداره خوردش هم همه مرغ هم داره چه فرقی با گوشت مرغ هم داره چه جنده گوشه‌های خیلی خیلی قدیمی اینجا راسته بازار مسگر هاست اولشه این مدرسه میر جلال الدین کزازی میر جلال الدین کزازی الان در حال حاضر زنده هم هستم
تنها فرد ایرانی هست که کلام و محاورش هم کاملا فارسیه، یعنی فقط ایرانی اصیل صحبت میکنه با کرماشای احمد و خیلی آدم خیلی حالا تو اینستاگرام جایده میتونید سرچش کنید میر جلال الدین کزازی، اصلا لذت میبرید وقتی صحبت میکنن. به هیچ وجه هیچ کلمه عربی، فرانسه، انگلیسی، حالا ترکی تو حرفاش نمیشه، این فقط فارسی زنید. یعنی مثلا ما میگیم مرسی، اون مرسی هم الان متوجه منظورش خیلی جالب صحبت میکنه. آها آره، فقط از کلمات کردی و بیشتر فارسی شاهنامه ای فارسی اصلی مدرسه میجردی فزازی اینجا بود درش، من یک سال اینجا درس خوندم، دولت آوردن گذاشتنش اینجا و یه مهاجرت خیلی بزرگی پشت سرشه و اداره بس میشه به اداره مرزبانی. این هم واسه بازار مسکر هست. به به مسکر ها دست شما درد نکنه، مرسی. چقدر خوشگلین شما. اینجا مغازه آقای فاضلی دوستمونه. خب شما را خوشم، متشکرم. فکر کنم این اصطلاح حاج آقای اصطلاح خوبی هم نیست، ما استفاده میکنیم. با اجازه من دارم فیلم میگیرم. با اجازه فیلم میگیره؟ ببخشید من، مرسی. کلی چیزای قشنگ دارن، اینم پیج اینستاگرامشون. اصل خورش خورن یک از این استفاده کنم خوش از این لیمو سیاه. آه یعنی اون لیموهایی که ما استفاده میکنیم لیمو عمومیه، ولی خب این خورش اصلش اینه. چرا؟ چون گرانه، فقط چون گرانه. اصلا چجاله؟ اصلا طعمش هم میخواست. سلام، خدا حافظی ندارم دست درنشم اگه جیگر داشته باشم اینجا خورکور است. دیگه بهترین
گوشت شهر دو دقیقه دیگه خودت معلومه خودت بخوری خودت قضاوت کنی نمیتونم بگم خود. نه دوستمون گفت اینجا بهترین قدیمی ترین و بهترین مرکب. هیچ کدامش هم خلوت نیست، اما خوبرم هست، همه پره.